سرخط مهمترین خبرها، زخمی شدن یک کوهگرد لیتوانی در پنجکن. در روسیه میخواهند تعلیم فرزندان مهاجران در مکتب ها را محدود کنند و نظر مردم درباره نرخ لباس مکتبی. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 18 اوگست است. یک کوهگرد لیتوانی هنگام برآمدن به کوهفان در شهر پنجکن آسیب دیده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید 6 نجات دهنده برای کمک به توماس پراپوولینیس 50 ساله و بلندکوههای فان اعزام شده او را از آنجا فراوردند. مقامات میگویند احتمال پای این کوهگرد لیتوانی شکسته است و او را در بیمارخانه شهر پنجکن بستری کردند. همه ساله صدها کوهگرد و سیاحان از خارجه برای تماشا به تاجیکستان میآیند. یک ماه پیش نیز چند جهانگرد خارجی در بلندکوههای کشور آسیب گرفته بودند. در روسیه پیشنهاد دارند که کودکانی که با زبان روسی حرف نمیزنند به مکتبها قبول کرده نشوند. در این باره والری فادیف، رئیس شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق بشری نزد پرزیدنت روسیه، تغییراتها را به قانونگذاری این کشور پیشنهاد کرده است. فادیف همچنین میخواهد به آیله های مهاجران در مرکزهای مخصوص زبان روسی آموزانده شود، در حالی که سازمان های حامی حقوق حکومت روسیه را برای نقص گسترده حقوق مهاجران و آیله های آنها تنقید میکنند. والری فادیف باور دارد که پیشنهادهای او به تربیه معتدل کودک در مکتب امکان میدهد. صدها مهاجر به خصوص از کشورهای آسیای مرکزی سالهای اخیر با آیله هایشان به روسیه میکوچند و فرزندان آنها در مکتب های دولتی تحصیل می کنند. مقامات قرغیزستان میگویند برای ضرر دیدگان مناقشه ماه سپتامبر سال گذشته در مرز با تاجیکستان 354 میلیون سوم جدا شده است. به اطلاع جانب قرغیزستان به صاحبان 437 خانه خراب شده و 241 خانه تعمیر طلب 200 هزار سوم پرداخت شده است. همچنین به صاحبان 411 منزل زیستی که علکی مورد استفاده قرار دارند 100 هزار سوم دیگر پرداخت شده است. مقامات قرغیزستان گفته بودند که در نزاع ماه سپتامبر سال گذشته در ولایت بودکند آن کشور 661 منزل زیان دیده است که از این شمار 423 منزل قابل برقرار سازی نیست. همچنین در آن نزاع به گفته مقامات قرغیزستان 14 مکتب، 5 مؤسسه طبی، 15 انشاءات معماری، 1 پل و انشاءات دیگر زیان دیده بود. مقامات تاجیکستان هم گفتند در مناقشه 10 منزل ساکنان شهر اسفره، مکتب، مغازه و بنگاه طبی آسیب دیدند. در آن نزاع طبق مقامات قرغیزستان گفتند 63 قرغیزستانی کشته و بیش از 200 تن دیگر جراحت برداشته است. مقامات تاجیکستان از 41 قربانی خبر دادند، اما رسانه‌ها تعداد کشته شده ها را 81 تن اعلام کردند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. دو هفته بعد در تاجیکستان سال نوی تحصیل شروع می شود. برای همین این شب و روزها والدین خوانندگان سر تشویشند و برای فرزندانشان لباس مکتبی می خرند. شکایت ها از گران بودن لباس مکتبی و پس بودن صفت آن کم نیست. ما در خیابان های دوشنبه از ساکنان در همین باره پرسیدیم. یا فرزند داریم مدرسه لباس مکتبی آوردیم. مثلا چند پول صرف کردید برید؟ ما 1000 سوم، 1000 صد سوم، 10000 روبل با امروچکا و دفترم تجهیز. من نه برای رسی سوزه، برای ایجره نمیدونم نرخ نباشه. نه اومدگی نبودم، یا دو نیم سال نبودم، نه اومدم. اما گفتن که همونجا بگی بیار مولای مقصد خوش صفت باشد که پوشن، مقصد بر یکان ماه پوشن یا ماه دو ماه. ایجه صفتش نمیدونم، صفتش خیلی لباساشه که گفتن همونجا بیاره رسی گرفتیم آوردیم. نرخ نواد نسبت به هر طوله خیلی خوبه. نرخ نواد ارزونه. ای پر نگره سول بو خیلی بیر بودی هستن ابی رو هگریش دیمو خواهی ارزونه که ما دیسته او خواهی برای یه نفر چند پول سر؟ میشه یه 700-800 سومن با هاس؟ چند کودک مکتب پول داره؟ سه کودک دارم. چند پول صرف کردی؟ قریب 1-4000 سومن صرف کردم برای کودک. من یک تا استودین دارم. 4000 سومن قیمت نیست؟ خیم وزیر بخواین چیزی نصب شان کودکو. نظر به سال گذشته چه خیلی نه؟ سال گذشته یدینی فرما بود از طرف گیمنازیه، از طرف وی ارزونتر بود. یک کستیوم بروک 380 سومون بود. اوزیر قیمت شد، امسال کم تر قیمت تر شد.
چند گرفتی؟ از مکتب 380 استودنت و 1500 یک کستوم بروک. یعنی برای چند نفر شما 4000 صرف کردید؟ برای 3 نفر. پیشنهاد شما چی هست در این باره؟ پیشنهاد من چی؟ 5000 هم شود میخره. البته برای فرزندمون، برای فرزندامون کار میکنیم. البته میخریم، چوا نه؟ البته میخریم. جونکانیمون، مهنتیمون برای فرزندامون. یه سوال دیگه، صفت اشیاء شما رو قانع میکنه؟ البته میکند. چیزی قیمت به قیمت نیست. خوب است. نمیدونم که شما امسال خریدید صفتش خوب است. صفتش خوب از طرف گیمنازیم بهت، صفتش خوب از طرف بازارم ناز. نرخ نوا بعضش خوب است، بعضش قیمتر است. میخواستیم که صفتش خوب باشد، بعد اجازت باشد که صفت نغز هم باشد، هر گونه هم باشد، اجازت باشد. شما تا چند سامان قدرت دارید، توانایی دارید که برای فرزندتان خراجات کنید برای مکتب؟ تا 300 پشوک، پشوکی مکتبی، تا 300 سامان قدرت داریم، تا 300 سامان. بعد زیادترش مده قیمتر میشود. اگه پر روستش ده؟ وقتی بازار و مگزین مغازه رو گشته دم 300 سومه یا همون لباس یکی از شما رو قانع میکنه صفتش؟ ما قانع میکنه صفتش هم ممکن یافته ممکن، لیکن ممکن که در مکتب اجازت نشود، ممکن کمتر رنگش فرق کند، لیکن صفتی خوب یافته ممکن در 300 سومه. البته بازار و نقص شرایط های نقص دارد کوبی. اگر نظر به سال گذشته چه خیلی است؟ نظر به سال گذشته سال قیمتر است، بسیاری کم قیمت است. وزارت مالیه امریکا نام 3 شرکت از روسیه، قزاقستان و اسلواکیه را به دلیل رابطه با کره شمالی بر روی خط تحریم شده ها درآورد. به نظر مقامات امریکایی این شرکت ها در اجرای سازشنامه های روسیه و کره شمالی درباره انتقال اسلحه مدد کردند. به این ترتیب شرکت روسی ویروس دیفنس انجینیرینگ قزاق و ورسال اسلواکیه زیر تحریم ماندند. همه این شرکت ها به یک نفر شهروند اسلواکیه اشات میکریتیویش تعلق دارد. مسئولان وزارت مالیه امریکا گفتند میکریتیویش به واسطه شرکت های خود با نمایندگان مسکو برای انتقال 20 نوع سلاح از کره شمالی به روسیه گفتگو و تحریم های واشنگتن را ضد پخنیان و ایران کرده است. خود میکریتیویش که زاده آذربایجان و شهروند اسلواکیه می باشد از 30 مارس امسال زیر تحریم های امریکا است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرمان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 آگوست را فرا می گیرد. هجدهم آگوست سال 2017 نتیجه های تحقیقات نشر شد که بر پایه آن در 4 سال اخیر صفت غذای خانواده ها پایین آمده تا 75% بودجه خانواده های کم بضاعت برای خریداری غذا صرف می شود. پژوهش سازمان ملل متحد و حکومت بریتانیا از بد شدن وضع امنیت خوراکواری در تاجیکستان و گران شوی آن همچون عامل نگران کننده یاد کرده است. 18 آگوست به مناسبت زادروز دانشمند و پایه‌گذار علم طب ابو علی ابن سینا روز کارمندان طب جشن گرفته می شود. ساحه طب یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های حیات کشور باقی می ماند و با اینکه کارمندان طب در صفی پیش مبارزه با بیماری‌های همگیرند، درآمد آنها و حمایت اجتماعیشان از جانب دولت پانه کننده نیست. شهروندان از فساد و خطاهای پزشکی در این رشته هم شکایت می کنند. 18 آگوست سال 2011 محققان اکادمی کشاورزی تاجیکستان از ایجاد نوعی نوی پخته خبر دادند که اسمش را اوستا گذاشتند. نوعی نوی مهین نخی پخته با این ویژگیش فرق میکند که گلهای آن نمیشکوفد، از باد و هوای گرم و حشرات ضررسان ایمن بوده حاصل زیاد میدهد. شبانه روز گذشته قرب روبل روسی در بانک‌های کشور کمی بالا رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 116 سومان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1097 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ در روزهای استراحت هم فعال است و 24 ساعت خبرهای تازه را به شما پیشنهاد می کند. دو روز آینده برایتان استراحت خوش را تمنا داریم. تا دیدار.